سرخط خبرها، درگیری سپاه پاسداران و نظامیان آمریکایی در دریای سرخ. دو شناور آمریکایی به دست سپاه افتاد. شروع مسلح کردن تایوان توسط آمریکا برای جنگ با چین. توقف کامل انتقال گاز روسیه به اروپا. ادامه حملات وحشتناک به نیروگاه اتمی زاپوروژیا. و اوکراین به زودی به روسیه حمله می کند. مشروع اخبار. درگیری سپاه پاسداران و نظامیان آمریکایی در دریای سرخ. دو شناور آمریکایی به دست سپاه افتاد. به گزارش رسانه‌های ایران که منابع آمریکایی همان را تایید کردند، ایران دو شناور دیگر بدون سرنشین آمریکایی را برای مدت کوتاهی در دریای سرخ توقیف کرده و سپس آنها را آزاد کرده است. رابط عمومی ارتش ایران در اطلاعیه‌ای گفت ناوشکن جمعران نیروی دریایی این کشور در حین اجرای مأموریت در دریای سرخ دو شناور ویژه داده برداری آمریکا را توقیف کرده است. ارتش ایران درباره جزئیات این توقیف گفته ناوشکن ایرانی در حین گشت‌زنی در دریای سرخ با چندین شناور کوچک آمریکایی که در مسیر کشتیرانی بین بین‌المللی روبرو شده که رها شده بود و از کنترل کننده خواسته بود به این نوع حرکت خاتمه دهند و مسیر را تغییر دهند. ارتش ایران میگوید پس از بررسی های لازم و اطمینان از امنیت دریانوردی این شناورها در منطقه امن رها شده و توسط یگانهای آمریکایی دریافت شد. شروع مسلح کردن تایوان توسط آمریکا برای جنگ با چین. دولت آمریکا بنا دارد 1,200,000,000 دلار سلاح در اختیار تایوان قرار دهد. تصمیمی که بی‌تردید چین را خشمگین خواهد کرد. این تسلیحات شامل سیستم‌های رادار و ردیابی است که می‌تواند حملات هوایی، شلیک اژدرهای ضد ناو و همچنین موشک‌های هوایی را ردیابی کند. این تصمیم واشنگتن تنها چند هفته بعد از سفر جنجالی نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان اعلام می‌شود. خانم پلوسی که قدرتمندترین دموکرات کنگره آمریکاست، ارشدترین مقام این کشور بود که طی 25 سال گذشته به تایوان سفر می‌کرد. سفارت چین در واشنگتن از کاخ سفید خواسته از این تصمیم برگردد و یا اینکه منتظر اقدامات تلافی جویانه باشد. توقف کامل انتقال گاز روسیه به اروپا. شرکت گازپروم روسیه اعلام کرد صادرات گاز این کشور از طریق خط لوله نورد استریم 1 به اروپا به طور کامل قطع شده و مشخص نیست که چه زمانی جریان آن وصل خواهد شد. این در حالی است که گازپروم پیشتر اعلام کرده بود این خط لوله به دلیل تعمیرات بسته شده و تا شنبه دوباره به جریان خواهد افتاد. رئیس شورای اتحادیه اروپا این اقدام گازپروم را غیر قابل قبول خواند و گفت استفاده از گاز به عنوان سلاح از اتحادیه اروپا را تغییر نخواهد داد. ما در مسیر رسیدن به استقلال در انرژی شتاب بیشتری خواهیم گرفت. وظیفه ما محافظت از شهروندان خود و آزادی اوکراین است. خط لوله نورد استریم 1 اصلی ترین شریان انتقال گاز روسیه به اروپا است و سال گذشته 35% واردات گاز اروپا از این مسیر انجام شد. ادامه حملات وحشتناک به نیروگاه اتمی زاپوروژیا. به رغم ورود هیئت اعزامی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به نیروگاه زاپوروژیا به جنوب اوکراین و تاکید رافائل گروسی مدیر کل آژانس مبنی بر ادامه حضور این هیئت در این تأسیسات اتمی، حملات علیه این منطقه همچنان تداوم دارد. وزارت دفاع بریتانیا جمعه 11 شهریور اعلام کرد که نبردهای سنگین در بخش جنوبی اوکراین از جمله در منطقه ان رودار در نزدیکی نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا که تحت کنترل نیروهای روسی است ادامه دارد. و اوکراین به زودی به روسیه حمله می کند. به گزارش اسپوتنیک، رابرت فاکس، ستون نویس روزنامه انگلیسی ایونینگ استاندارد می نویسد که کیف نمی تواند پس از ضد حمله ناموفق به خرسون بهبود یابد. و عقیده وی اقدامات نیروهای مسلح اوکراین بیشتر نمادین است تا استراتژیک. او تاکید می کند که زلنسکی رئیس جمهور اوکراین علیرغم اینکه مشاوران نظامی به دلیل ناآمادگی ارتش با آن مخالفت کردند به دنبال آن رفت. علاوه بر این او به سخنان الکس یونگر افسر سابق سرویس اطلاعات مخفی اشاره کرد که شکست کیف در ضد حمله برای اوکراین ویرانگر خواهد بود.